مسئولان سفارت اسلام آباد در کابل از آغاز روند جدید روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان خبر می‌دهند. خورشید مروت اتشه بخش تجارتی سفارت پاکستان در کابل طی یک سفر رسمی به مزار شریف گفته است که پاکستان در تلاش سرمایه‌گذاری در زون شمال افغانستان است. آقای مروت در جریان یک نشست خبری در اتاق‌های تجارت زون شمال کشور گفت که در قسمت تجارت میان دو کشور با تشکیل حکومت جدید و سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد مشکلات ترانزیتی میان هر دو طرف رفع شده و فصل جدید روابط تجارتی میان این دو کشور آغاز شده است. مروت همچنان خاطر نشان ساخت که بیش از 50 تاجر پاکستانی هم اکنون به مزار شریف جهت ارزیابی وضعیت سرمایه گذاری آمدند و همچنان در کنار آن یک نمایشگاه محصولات تجارتی سی روزه را جهت ترغیب تجاران پاکستانی برای سرمایه گذاری در زون شمال کشور برگزار می کنند. آقای مروت اساسی ترین مشکلات را در مقابل با سرمایه گذاری تجاران خارجی در زون شمال کشور این گونه عنوان می کند. اولانه غټ استونزه داسې ملک به ماته چې برقستا کنستا سه مشکل اساسی وجود دارد. نخست نبود برق متواتر در افغانستان، دوم عدم تامین امنیت مکان سرمایه گذاری تاجر، سوم این که سرمایه گذاری که به افغانها وام و قرض می دهند عدم تضمین پرداخت دوباره آن از سوی تجاران افغان است. در همین میان آرش یونسی رئیس اتاق‌های تجارت زون شمال گفت که در گذشته افغانستان و پاکستان روابط نه چندان خوب تجارتی داشتند، اما اکنون هر دو طرف تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک در خاک افغانستان را دارند. آقای یونسی همچنان بزرگترین مشکل تجارتی میان افغانستان و پاکستان را مسئله ترانزیت می‌داند و می‌گوید که در قسمت حل این مشکل گام‌های جدی برداشته شده است و سوی دولت پاکستان هم وعده سپرده شده است تا از هیچ نوع همکاری با تجاران افغان خودداری نکنند.